خانم آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. دیروز همیهنان گرامی از ساعت میتونم بگم 5 بامداد به وقت لس آنجلس، عده زیادی از دوستان من و بیننده های برنامه های من از داخل ایران، از اروپا، از جاهای دیگه، از امریکا، از کانادا به من زنگ می زدن، فکس زدن و اطلاع دادن که یه عده توانستن ایمیل منو هک بکنن و اسامی کسانی رو که من براشون ایمیل می فرستادم یا اونا برای من ایمیل می فرستادن اینها رو پیدا کردن و ایمیلی مخابره کردن به اسم من، یک شماره حسابی در اسپانیا نوشتن و اعلام کردن که من حسین فرجی الان در دست یک عده اسیرم و اینها برای آزادی من که منو تهدید به مرگم کردن یه شماره حساب من دارم در اسپانیا، شماره بانک، حساب، همه رو نوشتن، کمک بکنید تا من از دست این تروریست ها آزاد بشم. و عده زیادی به من زنگ می‌زدن که آیا شما رو واقعا دستگیر کردن، کجایی؟ شما میگفتن حتما من تلفن همراه همه دیگه، که من اصلا حیرت زده شدم. اول نمیدونستم جریان چیه و بعد که توضیح دادن دیگه نمیتونستم تو ایمیل خودم برم، چون یاهو ایمیل منو بسته بود. در نتیجه واقعا مستصل تنها کاری که کردم اول ایمیلمو عوض کردم و بلافاصله این ایمیل جدید منه، همیهنان گرامی، حسین فرجی با یه د، یاهو د ای، و این تنها کاری بود که میتونستم بکنم. بعدم به دوست گرامیم استاد مشیری زنگ زدم و ازش خواهش کردم که در برنامهش بگه من در آمریکا هستم و هیچ اتفاقی برای من نیفتاده و دیشب در برنامهم توضیح دادم که این یه نوع شالاتان بازی جدیده که در مورد من تنها اعمال نشده، در مورد خیلی ها، و من همه این اتفاقات رو در اثر وجود روزخانها و اراذل اوباش در ایران میدونم. چرا؟ برای اینکه اینها راه شالاتان بازی، حق بازی، دروغگویی و سرکیسه کردن مردم رو خودشون به مردم یاد دادن و فقر و بیچارگی و نمیدونم بینوایی مردم به مرحله رسیده که هر کس داره فکر میکنه، چون اخلاق از یک جامعه وقتی بره هر اتفاق دیگه میفته، همینان دیگه که چگونه میشه همدیگر رو سرکیسه کنن. برای اینه که شما نگاه میکنید ببینید که برادرتون، خواهرتون، پدرتون، زندگی که سپردین دستش آمدین خارج از کشور برمیداره میفروشه و شما رو تمام اون چیزایی که متعلق به شما بود بیبهره میکنه. این یک بار و دو بار و ده بار و صد بار نیست، هزاران خانواده ایرانی، نزدیکترین افراد بهشون، خواهرشون، برادرشون، پدرشون، اموالشون رو کشتن بالا در ایران. این اتفاقیست که با آمدن روی کار این روزخانها و اراذل اوباش دورورشون، شما میبینید خانه دارین، زمین دارین، یکی دیگه میری ساختمون میسازه، بعد میرین میگین آقا اینجا زمین من بوده. حالا هزاران از این اتفاق افتاده، بعد یارو میگه باید بری وکیل بگیری دیگه. هیچ وکیل میخوایم بگیری، نصف پول اون خونه ای که هنوز شما یه نفر دیگه توش نشسته یا زمینتون ساخته بعد به یه وکیل بدین، تمام خرجه رو شما بدین، تازه بعد برین تو دادگاه سیبیل رئیس دادگاه رو شرط کنید، نمیدونم آدم های مختلف رو بهشون پول بدین، عاقبت پشیمون میشین از اینکه دنبال یه زمین. حالا البته ثروتمندان خیلی بالا هستن که ده ها خانه دارن، مثلا 4 تاش میره میگن اب نداره، ولی یکی که یه زمینی داشته یا یه خونه ای داشته چه جوری باید بره این پولا رو بده؟ مملکتی که 3.5 میلیارد دلار، 3.5 میلیارد دلار هیپومل شده،
در دادگاه قلابی که درست کردن اسم اصلی ها رو نذاشتن، اسم آقای خاوری رو نذاشتن، آقای جهرومی رو نذاشتن. اینقدر انعکاس بد بود که رئیس اون طبیله قوه قضاییه اعلام کرد که حالا ما اسامی دیگری هم بعدن میاریم. دیدن گند کار در اومده، گفتن خب آقای خاوری اسمش کو، آقای جهرومی کو، یه دار آوردن اونجا نشوندن. تازه اون طرف مربوطه اولین کس که آقای نمیدونم آریا خسروی آریا میگه آقا منو بردن 50 روز 60 روز توی اتاق و هیچ کس رابطه با من نداشته، بعد حالا منو بردن دادگاه. 4 ساعت قبل به من گفتن پرونده چیه. حالا این آقا به عقیده من مجرم درجه یک نیست. چرا؟ برای اینکه معلوم شده در این پرونده که تازه نیاوردن همه رو رو کنن، در سایت های مختلف شما میبینید که از دفتر رهبری، وزرا، معاونین وزارتخانه ها، نمایندگان طبیله مجلس، بسیاری از کسانی که در دادگستری به اصطلاح قاضی هن، پول گرفتن از اینا، رؤسای بانک ها مثل خاوری نمیدونم، مثل آقای جهرومی فلان، هیچی، میلیارد میلیارد پول در اختیار اینا قرار دادن بدون اینکه مقررات بانکی رو مراعات بکنن. کشوری که شما 100 میلیون چیه؟ 5 میلیون آدم فقیر بیچاره میخواد بره 5 میلیون وام بگیره از بانک، باید 10 ها سند امضا کنه، هزاران نمیدونم مشکل رفع کنه، حق حساب بده، از اون 5 میلیون 1 میلیون و نیمشو بده تا بتونه 5 میلیون بگیره برای زندگیش، برای خونه‌شو درست کنه. 3.5 میلیارد دلار، شوخی نیست این رقم، همیانان گرامی، بی‌نظیر در تاریخ ایران و شاید در جهان که 3.5 میلیارد. بعد تازه رئیس روزخانه میگه آقا اینو کشش ندید چون میدونه برمیگرده به همون بیت رهبری خودش. مملکتی که یه روزخان در رأسش نشسته، یه عده جانی و چاوکش هم دوره ورشن، خب معلوم از این اتفاقات میفته. بعد میگه ما اقتدار ملی داریم، ما به وسیله دانشمندان جوانمون اقتدار جهانی و ملی پیدا کردیم. آقای رئیس روزخانها، اقتدار ملی میدونی یعنی چی؟ اقتدار ملی یعنی استقلال در اقتصاد، استقلال در تصمیمات سیاسی، محبوبیت و مراعات و احترام به قوانین بین المللی و کشورهای همسایه. اقتدار ملی یعنی آزادی برای مردم در هر زمینه. در زمان رژیم گذشته مشکل مردم ما و روشنفکران با حکومت محمد رضا شاه پهلوی به خاطر حکومت فردی بود، وگرنه در خیلی از زمینه‌ها اگر انصاف وجود داشته باشه اون رژیم اقتدار ملی داشت، احترام جهانی داشت، ایرانی‌ها رو بهشون احترام می‌ذاشتن، در زمینه‌های اجتماعی آزادی‌های فوق‌العاده بود، ولی مملکت به وسیله یک نفر اداره می‌شد. و مشکل این بود که روزی هم که اون یک نفر رفت، میلیون‌ها ایرانی بدبخت شدن. من اصلا کاری به این که اون حکومت چجوری بود اینا ندارم، دارم فقط مسئله رو عنوان میکنم. یک حکومت فردی غیر ایدولوژیک بود، این آقایون اومدن بهار آزادی رو برای ایران بیارن، چنون کثافتی زدن به اون مملکت، یه مملکت ثروتمند، مردم پیشرفته، مردمی که فقط به خاطر آزادی های سیاسی آمدن تظاهرات کردن و بعدم بختیار آمد همه اینا رو داد بهشون. منتها اون زمان دیگه همه دنبال شعار رفته بودن و این آقایون آوردن رو کار. یه نمونه برای اقتدار ملی رو خدمتون عرض میکنم تا ببینید که اینا چه کثافتی زدن تو مملکت، به مملکت ما. اولا سر انتخابات دارن تمام استانا و دهاتا و شهرکا شناسنامه جمع میکنن در این انتخابات قلابی رأی درست بکنن. این گزارشات که از داخل ایران داره میاد. این یکیش. اقتدار ملی اینه که آقایون اعلام کردن از این پس کسی اجازه نداره نامهای غیر اسلامی رو بر فرزندانش بذاره. آخه تو رو به خدا ببینید اینا چه کردن، همیهنان گرامی، با مردم میهن ما در چه کارهایی دخالت میکنن
و خودشونم مرتبا اعلام میکنن که ما بهترین و پیشرفته ترین دموکراسی مردم سالاری دینی رو در جهان به وجود آوردیم. گوش کنید، یک مسئول سازمان ثبت احوال نسبت به آمار بالای ثبت نام‌هایی چون باران، هستی، سارینا، اصل، الینا، آریان، آرمین و آرش در سال 1389 در ایران هشدار داده و گفته است که این اسامی خارج از عرف مذهبی و اسلامی هستند. آخه شما به اینا چی کار دارین؟ شما اگر میخواین برای اسلام به قول خودتون که دروغ میگین اعتبار به وجود بیارین، اگر میخواین آخه اسلام به خطر میفته اگر من اسم بچه‌ام بذارم باران یا بذارم هستی، حتما باید بذارم سکینه و زینب و سمیه و اینا. من ایرانی بعد بقیه اراجیف رو گوش کنید. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محسن اسماعیلی مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور در این باره گفته است سلیقه جامعه در انتخاب نام تا حدودی نسبت به گذشته تغییر. راست میگه، مردم حالت تعب پیدا کردن، نمیخوان اسامی عربی بذارن، نمیذارن. اینا شما برید تو اداره ثبت این اسامی رو بخشنامه کردن، اجازه نمیدن. طوره به خدا مملک. بعد میگه تمام این کشورهای جهان بیداری اسلامی کپی برداری از انقلاب ایرانه. شما انقلاب کردید که این مردم رو به این بدبختی بندازید. یه نمونه دیگه براتون میگم، در مسابقات جهانی آسیایی، در مسابقات آسیایی که جنبه جهانی هم داره، چندین 16 کشور شرکت کردن در چین، مسابقات دو میدانی بوده، برای اولین بار در تاریخ ورزش ایران یک زن ایرانی در این مسابقات مدال طلا گرفته، خانم مریم توسی. حالا فیلمشو ببینید اول. همینان گرام، از سامان خواهش میکنم سامان جان این فیلم خانم مریم توسی رو نشون بده. ببینید این دختر در مسابقات جهانی، در مسابقات آسیایی چین نفر اول شده، مدال طلا آورده و بسیاری از رکورد ها رو شکسته. نگاه کنید اول تا بعد من توضیح بدم. یعنی شما میانان گرامی، یه دختر ورزشکار ایرانی، اونا دیدید همه شورت هاشون بود، یه بلوز نازک، این خودش در دونده کلی امتیاز به وجود میاره، دستش بازه، یه دونه گرم کن تن این بدبخت کردن. یعنی بدبخت چرا؟ این آدم مظلوم، بدبخت اونان. نه ببخشید، من بعض وقتا میگم بدبخت. این بچه آمده، این دختر جوان در مسابقات شرکت کرده، اول شده با این قبول منقلی که میبینید. میدونید وزن اینا در سرعت تاثیرگذاریه. 5 روز بعد، توجه کنید، همین 5 روز بعد از این موفقیت در تمام سایت ها، ایمیل ها، همینطوری این مرتب در یوتیوب آمده که این خانم مریم توسی قهرمان جهان شده، قهرمان آسیا شده، چون سابقه قهرمانی جهانی هم مدال طلا برده. تیم ایران بعد از چین دومین تیم قهرمان آسیا شده، چون کسان دیگه هم رکورددار شکست، چون زن بودن. صدا و سیمای منحوس جمهوری اسلامی راجع به اینا خبر پخش کرده. بعد از این که همه مردم مطلع شدن و گند کار در اومده، بعدن اعلام کردن که بله، خانم مریم توسی قهرمان آسیا شده. بعد چون دونده های دیگه لخت بودن، نمیخواستن اینا نشون بدن. آخه ببینید ما کجا گرفتاری پیدا کردیم.
اسلام به خطر میافتاده اگه پاهای این دخترها معلوم بوده. فیلمو پخش کردن و بعد این دختره آمده ایران، همه جا صحبتش بوده در تمام دنیا به عنوان یک دونده خانوم ایرانی که توانسته با این قبول منقلای که تنش کردن قهرمان جهان بشه. بعد از اینکه گنده کار در اومده فقط باش مصاحبه کردن، اونم با چارغت و پیچه و نمیدونم از این حرفا، وگرنه این صحنه رو نشون ندادن. خنده دار نیست؟ حالا یه صحنه دیگه، یکی از قهرمانان کشتی ایران که در مسابقات جهانی کشتی آزاد برنده شده و افتخارات زیادی آورد، اصلا حیرت آور بوده تو وزن خودش، ما تا به حال سابقه نداشت. من مخصوصا به این مسائل اشاره میکنم، میخوام برگردم به اون حرف رئیس روزخانها که میگه ما اقتدار ملی داریم. شما پول ملی ما رو پهن کردید. اقتدار ملی؟ کدوم اقتدار ملی؟ شما تمام کشورهای همسایه چلقوز، این قطر 300 هزار نفری تبدیل شده به یک رقیب برای ایران در زمینه صادرات نفت، صادرات گاز، استفاده از گاز مشترک نمیدونم مرزی تو پارس جنوبی. توی صحنه سیاست خاورمیانه نقش درجه یک داره قطر و داره به ما زور میگه شما اقتدار ملی درست کردید برای ما. نگاه کنید، سعید عبدالولی قهرمان 66 کیلوگرم کشتی فرنگی جهان با انتقاد از خلف وعده های مکرر مسئولان ورزشی و سیاسی در ایران گفت وعده هایی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران همچنین استاندار خوزستان و فدراسیون کشتی داده بودن تا کنون هیچ کدوم تحقق پیدا نکرده. اینا وقت که میان آقایون خوشخوشانشون میشه، اینا رو جمع میکنن مدک دلقک احمدی نژاد، بله من یکی اتومبیل به شما میدم، نمیدونم خونه به شما میدم، از این کارا میکنم، بعد یه مدت که میگذره نمیدم، راحت نمیدم. برای همینه کشتیگیرای ما میرن تو کشور آذربایجان، میرن توی آلمان، میرن توی اتریش، میرن توی هلند، میرن اونجا شرکت میکنن در تیمای ملی. این تیمای کشور اروپایی از خدا میخوان قهرمانان این رشته ها رو. شما بیا بگو من میخوام آلمانی بشم، بیا به نفع آلمان کشتی بگیر، قهرمان جهان بشو. رو سر میبرن حتی قزاقستان و ترکیه و نمیدونم آذربایجان اینا، بعد ایران هیچ. برای اولین بار در وزنهای فوق سنگین هالتریست‌های ایرانی جوایز بی‌نظیر بردن، هیچ، همش دروغ. وعده هایی که دادن دروغ بود. همین الان گیرم اینه مملکت. بعد آقا میگه ما اقتدار ملی داریم، یه وسایل اتمی رو از کره شمالی گرفتن عبدالولی خان، از نمیدونم جاهای دیگه، بعد اینا رو همه رو سرهم کردن اومدن. تازه هنوز این تلفن رو خواهش میکنم اگه ممکنه قطعش کنی، تازه اینا رو همه رو سرهم کردن، با 3 سال فرصت باید داشته باشن تا بمب اتم بسازن. تمام دنیا رو ریختن به سر مردم ایران. این اقتدار ملیه. بعد میگه که کشورهای استکباری برای اینکه ما ترقی نکنیم دارن این بلاها رو سر ما میارن. آقای رئیس روزخانه برو تاریخ رو بخون، 15 سال بعد از جنگ جهانی دوم یک کشور نابود شده مثل آلمان توانست از این خاکستر جنگ بزرگترین کشور صنعتی رو به وجود بیاره. این اقتدار ملی بود که مارک آلمان مثل طلا فروش میرفت. یا ژاپن، این اقتدار ملیه، نظم، انضباط و دموکراسی، نه یه حکومت آخوندی و جیانی آدم ها رو اجازه نده حتی نام بچه هاشون انتخاب بکنن. شما آمدید برای ما بهار آوردید، بهار آزادی، اسم اینو میذاریم بهار. آقای مهدی خزعلی میگه اگر من مردم، داره میمیره، خانواده من بایستی من رو به وسیله پزشک قانونی جهانی مال وابسته سازمان ملل متحد من رو کار با چکافی کنن و ببینن چجوری من اینا منو کشتن. مثل میزنه هدا صابر و کسانی دیگه. اینا اقتدار ملی نیست آقای رئیس روزخانه. شما دلار رو در برابر پول ملی ایران، گفتم که گفتم پهن شده پول ملی،
حاجی ها دیگه نمیتونن برن مکه، برای اینکه ریال عربستان 50 برابر گرونتر شده، میزان طلاق رفته بالا چون سکه گرون شده. 30,000 نفر کسانی که نتوانستن مهریه همسراشون رو بدن به دلیل شکایت همسراشون، تنها وسیله که زن میتونه از یه مرد بگیره، وگرنه اینا 10 تا میرن زن میگیرن تو زندان. مملکت رو ریختن به هم، بعد میگن اقتدار ملی. مردشور این اقتدار ملیتون رو ببرن. کدوم اقتدار؟ کدوم اقتدار ملی؟ سنگ رو سنگ نیست. کارگران ما رو استثمار کردید، اقوام ایرانی رو زیر شدیدترین شکنجه ها و فشارها گذاشتید، مملکت رو در خطر تجزیه گذاشتید، اسم اینا رو گذاشتید اقتدار ملی. خجالت آور واقعا. اقتدار ملی هیچ، اومدن سرهم کردن تمام دنیا رو ریختن سر ایران و بعد میگن ما میخوایم از برق و پزشکی، اتم رو در خدمت پزشکی و برق بگیریم. میلیارد میلیارد شما ثروت های مردم ایران رو به تاراج دادین، حالا میخواین برق رو نمیدونم بهداشت ازش استفاده کنین، نیروی اتم رو سر خودتون کلا گذاشتید. نگاه کنید چه مملکتی درست کردن. تروریست میفرستن توی تایلند، نمیدونم میفرستن توی گرجستان، توی هند کاری میکنن که این 4 تا ایرانی هم که تا به حال میمدن بیرون توی مرزها اونقدر آزارشون بدن که پشیمان بشن. اقتدار ملی درست کردن برای ما. بله واقعا، اصلا مجلس شورای ملی دارن، انتخاباتش چند هفته دیگه است. کدوم مجلس آقای رئیس روزخان ها؟ اقتدار ملی چی؟ کدوم مجلس میخوای درست کنی که یه عده بله قربانگو و مجیزگو رو جمع کنی اون تو؟ مثل اون مجلس چورتی های خبرگان که اینا بیان چی عربده کشی کنن تو مجلس؟ یک قدم برای مردم برداشتن؟ حالا دیگه اون اصلاحات شام که با خودتون بودن که من کردن انتخاباتون، چه انتخاباتی؟ خجالت نمی کشی؟ یه طویله درست کردی به اسم مجلس شورای اسلام، آبروی نمیدونم نداشتتونم که بردید، که عربده کشا ریختون، که 75%شون وابسته به سپاه پاسداران، زندانبان ها و شکنجهگران اینا که تو این طویله مجلس هن. تازه از میونه اینا 33 نفرم که گفتی صلاحیت ندارن. چه مجلسی؟ چه مسخره بازی در آوردین؟ در فقر و بیچارگی مردم ایران دارن دست پا میزنن، باید شما میلیون میلیون به تروریستای حزب الله لبنان کمک میکنید که همتون هم گفتید در هر کجای جهان هر کس با آمریکا و صهیونیستا مبارزه کنه ما بهش پول میدیم. از کجا؟ از کجا؟ با پول کی؟ ملتی که کلیه هاشون رو میفروشن. برای اولین بار در طول تاریخ ایران مردهایی هستن که میشینن تو خانهشون و بعضی همسراشون رو میفرستن تن فروشی. خجالت آور این. ولی هست، ولی هست. این از شأن زن ایرانی کم نمی کنه. این تحقیر زن ایرانی نیست، این تحقیر شما هاست و این دین قلابیتون که به اسم اسلام مردم خفه کردی. بله حالا تبلیغات انتخاباتی چی؟ یه مش دوباره از سپاه قدس و سپاه پاسداران و اراذل و اوباش زندانها و زندانبانها و اینا رو میخوام بیارن تو این تبلیغ مجلس. این تبلیغ هم من گفتم ولی نماینده دولت هم تایید کرد، گفت اینجا تبلیغ است. بعد در رأسش حالا قرار آقای سردار علی لاریجانی بره کنار، آقای حداد عادل بیاد. چه عدلی واقعا، چه عدلی، چه عدلی. یعنی پدرزن آقای مجتبی، اونی که قرار ولیعهد بشه. بله دو تا کشور عربی حوزه خلیج فارس دارن تلویزیون جدید را میندازن، جمهوری اسلامی کک افتاده بهش که مبادا این تلویزیون ها را بیفتن و سبب این بشن که آگاهی بیشتری بدن به اقلیت های قومی عرب زبان ایرانی. این برم که ترکیه داره تو آذربایجان تبلیغات میکنه، اون برم که تو کردستان و نمیدونم توی
بلوچستان، یعنی خطر تجزیه داره مملکت ما رو تهدید میکنه. آذربایجان همینطور. چیه؟ یه عده روزخان عقب افتاده به کمک یه عده جانی چاقوکش مملکت ما رو گرفتن، همه رو خفه کردن و خیال میکنن با کتک زدن و حذف کردن و شکنجه کردن میتونن مملکت رو اداره کنن. همین اتفاق افتاده که الان هست. خب گفتگو میکنم همینانی گرامی با آقای حسن زارزاده اردشیر، یکی از فعالین دانشجویی در ایران که من بارها گفتم دلم میخواد همیشه بگم، و کسی که زندانی سیاسی کشیده از ایران آمده بیرون، فعالیت‌های دانشجویی‌شو در خارج از کشور همچنان بدون یک وقفه انجام، خیلی کمن بچه‌هایی که تهمت به هم دیگه نزنن، من دیدم متأسفانه دیگه، کار خودشو بکنه، فعالیت خودشو بکنه در خدمت دانشجویان ایرانی بدون ادعا. این حسن زارزاده اردشیر. آقای اردشیر درود بر شما. درود بر شما آقای فرجی عزیز و هموطنان عزیزم. حال شما خوبه آقای فرجی؟ خیلی ممنونم آقای اردشیر گرامی. من داشتم گزارش‌های نگاه می‌کردم. روز زبان مادری رو هم به همه هموطنان عزیزم تبریک بگم که از گویش‌ها و فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف در کنار هم خیلی صلح‌آمیز زندگی می‌کنن و این در این روز هم متأسفانه جمهوری اسلامی یک عده‌ای از این فعالان آذربایجانی و همینطور یک سری رو در کردستان دستگیر کرد که باعث تأسفه که در روز زبان مادری هم اینها دست از این کارا بر نمی‌دارن. بله، من هم در آذربایجان خدمت کردم در تلویزیون و هم در کردستان آقای اردشیر. در اونجا دیدم بچه‌هایی که از تو خانواده میان بیرون کوچکترین اطلاعی از زبان فارسی ندارن و گریه میکنن تو کلاس. به همین دلیل 40% اینا دوران دبستون تحصیل رو ترک میکنن. بچه‌ای که تو خانواده بوده حالا مثلا تو آذربایجان ترکی باهاش حرف زدن، یا در کردستان کردی باهاش حرف زدن، یا در بلوچستان بلوچی حرف زدن باهاش، اینا میان تو دبیرستان تو دبستان به زور میگن باید فارسی بخونی. فارسی باید زبان اول در تمام، زبان دوم در تمام ایران باشه، زبان مادری باشه، در ضمن زبان مادری باید زبان فارسی برای ارتباط ملی وجود داشته باشه، نه اینکه به زور چماق به بچه‌ها بگن شما همه باید فارسی حرف بزنی و فارسی درس بخونی. درسته. این تجزیه طلبی نیست، این یه راه عاقلانه است. حالا آقای اردشیر، من صبح با شما صحبت می‌کردم گفتم یه دانشجویی که از ایران اومده بیرون، آقای اولاد عظیمی، ایشون رو میدونید که در یک سخنرانی که در مراغه گویا کرده در دانشگاه، من یادم رفت به سامان نشون بدم، فیلم جالبیه که تو این فیلم به اینا میگه معاون وزارت کشور هست، میگه آقا شما دولت اول آقای بنی صدر که فراری دادید، آقای موسوی رو زندان کردید، آقای رفسنجانی رو فحش میدید، آقای کروبی فلان، همه این حرفا رو که ما میگیم ایشون با شجاعت جلوی معاون وزارت کشور میگه. سر همین میخواستن بگیرنش، حالا فرار کرده اومده بیرون. بفرمایید راجع به این اگر اطلاعاتی دارید. بله، این هفته پیش اتفاقا آقای فرجی در خیلی سطح گسترده‌ای این ویدئوی این مراسم پخش شد که ایشون هم اونجا شرکت کرده بودن و در فیسبوک من دیدم که خیلی از دوستانم و خیلی از کسایی که در فیسبوک بودن این ویدئو رو بین همدیگه پخش میکردن و مورد تحسین و تشویق خیلی از ایرانیان قرار گرفت این اقدام شجاعانه که من واقعا افتخار میکنم که چنین جوانان شجاعی رو ما در ایران داریم آقای فرجی، که هر از گاهی در مناسبت‌های مختلف وقتی که این سران جمهوری اسلامی میان در این دانشگاه ها و جاهای مختلف میخوان سخنرانی بکنن و یا به قول شما روزخانی بکنن، اینها رو غافلگیر میکنن و یه کاری میکنن که اینها دیگه واقعا جرأت نمیکنن که بیان در اینجور جاها به خصوص در دانشگاه ها سخنرانی بکنن. حتی الان تو مساجد هم خیلی ها بلند میشن اعتراض میکنن. یعنی تا این حد میزان شجاعت مردم و به خصوص جوان ها بالا رفته و در سطح گسترده نارضایتی در جامعه
وجود داره. الان ببینید برای، البته من قبل از اینکه وارد بحث بشم، این دوست عزیزمون در چون پناهنده شده، هر گونه کمکی خواست حتما با ما تماس بگیره اگر صدای ما رو میشنوه، و هر کاری از دست ما برامد ما انجام میدیم برای ایشون. و من با سازمان ملل در ترکیه در تماس هستم و همینطور نهاد ما که خب در ارتباط با پرونده خیلی از هموطنان داریم فعالیت میکنیم. این هستش که خب اگر تماس بگیرن هر کاری من از دستم برمیاد انجام خواهم داد. و این نکته رو میخواستم بگم آقای فرجی که الان در داخل ایران خب وضعیت بگونه ای شده که نارضایتی واقعا به حدی رسیده که دیگه واقعا نیازی نیست ما بخوایم از اون صحبت بکنیم. الان دیگه توی تاکسی، توی خیابون، خونه های مردم، افرادی که دور هم میشینن، الان بحث سیاسی و ابراز نارضایتی از جمهوری اسلامی دیگه به یک بحث عادی تبدیل شده، میدونیم. و برای انتخابات جدید که در پیشه، چند روز دیگه برای انتخابات مجلس، همین جوان ها شروع کردن که در انتخابات شرکت نخواهند کرد، تحریم خواهند کرد. یه عکسی من در فیسبوک گذاشتم امروز، نوشته که ما در انتصابات شرکت نمی کنیم، مرگ بر دیکتاتور، شعارهایی که در ایران می نویسن. و اعلام کردن خیلی ها که ما برای این که جمهوری اسلامی نتونه استفاده کنه از مردم، ما در خانه خواهیم ماند در روز انتخابات، که اینا نتونن در تلویزیون تبلیغ بکنن که مردم در صفهای طولانی در حوزه های انتخاباتی حضور داشتن و از این مسائل که سالهاست میگن. و چند روز پیش هم ما دیدیم که خامنه ای اومد در تلویزیون صحبت کرد و در مجلسی اعلام کرد که حضور در انتخابات بسیار سرنوشت‌ساز و مهمه. یعنی به هر حال این تبلیغات تلویزیونی که از مردم میگیرن، خیلی وقتا هم ادیت میکنن، یه تصاویرای قدیمی رو میذارن کنار تصاویر جدید و استفاده میکنن، ولی به هر حال الان در بین مردم، به خصوص جوانها، من میشنوم که این بحث مطرحه که در روز انتخابات شرکت نخواهند کرد. و حتما هم صدای ما رو الان میشنون، چون من میدونم که بارها، چون من با دانشجویان به خصوص خیلی ارتباط دارم، میدونم که خب این برنامه‌های ما رو هم دنبال میکنن و من در واقع به نوعی دارم حرف اونها رو میزنم. یعنی برای اونها نمیگم چی کار بکنید اینجا، ولی ما بایستی که در خارج از کشور ببخشید، ما بایستی که در خارج از کشور در واقع بلندگوی حرکت جنبش نوینی که در داخل کشور شکل گرفته باشیم. این یعنی دفاع از حقوق انسان‌ها. این نه نسخه پیچی هست و نه دستور صادر کردن هست. خیلی از کسانی هم که اینجا هستن در واقع فعالیت میکنن، هدفشون حمایت از مردمشون در داخل کشور هست. چند روز پیش من دیدم که البته آقای مجتبی واحدی که مشاور آقای کروبی هم هست و در خارج کشور هستن، ایشون اعلام کرده بودن که خوبه که در روز انتخابات همه در خونه بمونن و در انتخابات شرکت نکنن و به رژیم مشروعیت ندن. خیلی بحث خوبی کردن ایشون و نظر خوبی دادن. و در این حال این در داخل جامعه هم مطرحه، اینطوری نیست که یکی از خارج بگه. ولی جالب این بود که آقای فرجی، من دیدم شورای هماهنگی راه سبز امید که همین شورای، همین نیروهای سبز مذهبی هستن در خارج از کشور، که اسمای خودشونم نمیگن، هر از گاهی اطلاعیه میدن که بگن جنبش دست ماست، اونا هم اعلام کردن که تازه امروز اعلام کردن که مردم در انتخابات شرکت نکنن و تو خونه هاشون بمونن. و یه به نوعی میخوان بگن که در واقع ما مبتکر این حرکت هستیم. که من از یه طرفی خوشحالم که به هر حال نیروهای، برخی از نیروهای اصلاح طلب به این نتیجه یواش یواش میرسن که در واقع با رفقای سابق خودشون نمیتونن به همین راحتی ساخت پاخ کنن و یه بخشی از اینها
ریزش پیدا میکنن به سمت نیروهای جریان سوم، و از یه طرفی متاسف هستم که اینا از هر بهانه‌ای میخوان استفاده بکنن و جنبش رو به نام خودشون در واقع ثبت بکنن، جنبشی که در واقع محصول دو دهه سه دهه مبارزه است. درست. برای اینکه جنبش حاصل یک روز و دو روز نیست. نمیشه شما بیای یک نامزد انتخاباتی معرفی بکنی، چهار تا هم تظاهرات بذاری و بعدم بگی که مردم دیگه نیاید تو خیابون خطرناکه، بعد بگی من جنبش رو انداختم. شما جنبش رو ننداختید. جنبش تعریف داره. نمیتونی شما بگی که ما جنبش سبز را انداختیم الان هم داریم این را ادامه بدیم. این محصول چند دهه مبارزه است که به 18 تیر رسید. بعد از 18 تیر دوباره همین دانشجویان و جوانان تونستن اون را زنده نگه دارن، هر سال با اعتراض حرکت. بعد از سالها خبقان واقعا این حرکت شکل گرفت و رسید به انتخابات. همین آقایون اصلاح طلب، خود آقای موسوی که الان در حصر متاسفانه و امیدوارم هر چه زودتر از حصر در بیاد، اگر میدونست که چنین شرایطی پیش خواهد آمد که مطمئنم شرکت نمیکرد، برای اینکه پیش بینی میکردن که در واقع در انتخابات پیروز خواهند بود. بنابراین این فرصت طلبی نیروهای اصلاح طلب در حال حاضر از جنبش در واقع با انگیزه مشخص سیاسی صورت میگیره، ولی مردم آگاه هستن. قبل از اینکه اینها بیان این بحث رو مطرح بکنن، در کوچه و خیابان مطرح بود که در روز انتخابات مردم بیرون نخواهند رفت که رژیم نتونه از حضور مردم و رأی مردم مشروعیت بگیره. هر چقدر هم اینها تقلب بکنن، ولی این جوانها و دانشجویان که الان در کوچه و بازار همش میگن ما نمیریم پای صندوق رأی، ثابت خواهند کرد که این رژیم در واقع نمیتونه از حضور مردم استفاده بکنه. آقای فرجی عزیز، خیلی سپاسگزارم. آقای اردشیر نازنین، امیدوار هستم که این دانشجویان و که به عقیده من پیشرو مبارزه هستن و مردم ایران این بار روی اون خواسته هایی که همیشه داشتن در این انتخابات مفتزه شرکت نکنن، که میدونم نمیکنن، در منازل خودشون بشینن و ثابت بکنن که اینا یه عده قاسب هستن، یه عده جانی هستن، یه عده چپاولوگر هستن که مملکت ما رو به زور چماق و اینجور نمایشات مسخره تا باله. خیلی سپاسگزارم ازتون، تا هفته آینده که با هم صحبت میکنیم. ممنونم آقای فرجی. فرصت نشد در مورد زندان ها صحبت بکنیم. فقط یه خیلی 10 ثانیه من یه خبری بگم. بفهم. که هفتم اسفند زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر همین چند دقیقه پیش به من زنگ زدن، از ایران گفتن. اولین خبر رو من همینجا دارم اعلام میکنم، هنوز ننوشتیم اینو. هفت اسفند زندانیان سیاسی زندان رجای شهر از جمله آقای تبرزدی، آقای رضا بوکانی و چند نفر دیگر که در خبر خواهیم نوشت، دست به اعتصاب قضا خواهند زد در اعتراض به حکمهای اعدامی که صادر شده، از جمله برای زانیار و لقمان مرادی، برای سعید ملکپور، برای شیرک و معرفی و برای چند نفر دیگر. آقای کیوان صمیمی از زندان رجای شهر مریض بود و خیلی جلوش رو میگرفتن، الان با کلی مشکلات و ممانعت و جلوگیری دوباره بردن زندان بیمارستان برای جراحی کبد. و اخبار زیاده، مطلب زیاده، فرصت نیست، حالا بعداً حتما راجبش صحبت. خیلی سپاسگزارم آقای اردشیر گرامی. خشم. از شما تا هفته آینده. خب همینان گرامی، ده. گفتگو میکنم، گفتگوی بعدی من هست با طبق روال روزهای پنجشنبه با دکتر مسعود نقره‌کار عزیز. آقای اجازه بدید. آقای دکتر نقره‌کار، درود بر شما. درود بر شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. دکتر نقره‌کار، یک رو ما فرصت داریم با شما و من یک سوال اساسی دارم، اونم نقش روشنفکران در انقلاب مشروطیت به بعد، و اینکه این خیلی همیشه منو به خودش مشغول کرده، اینی که چرا همیشه این روشنفکران بودن که یک مبارزه‌ای رو شروع کردن، یک به اصطلاح زمینه‌هایی برای آزادی بیشتر و مردم سالاری در ایران شروع کردن، فعالیت کردن، کشته دادن، زندانی دادن، شکنجه شدن، ولی ملاها و آخونده اومدن سوء استفاده کردن و بهره برداری کردن، مثل آخرین بار که آمدن در قدرت نشستن. یکی اینه، یکم صحبت من در مورد نقش کانون نویسندگان ایرانه. من اینا رو همه رو با هم گفتم که تو این یک گروه شما بتوانید به این مسائل اشاره کنید. بله، گوش میکنید. بله،
خدمت رو عرض کنم که من اگر اجازه بدید سوال رو اینجوری برای خودم جمع جوریش بکنم که واقعا چرا جنبش روشنفکری و اصلا روشنفکری ما چه مشکلات و مسائلی رو داره که همونطوری که شما هم اشاره کردید در طی این دو قرن اخیر لااقل در موارد بسیار این جنبش در برابر جنبش‌های ارتجایی در جامعه ما و جنبش روحانیت نتونسته قد علم بکنه و همیشه شکست خورده و به حاشیه در واقع فرستاده شده. این علتش چی هست؟ من فکر میکنم این چند دقیقه رو با این مسئله مکس میکنم، اگر برای نکات دیگه موند تو برنامه بعد اون صحبت میکنم. خواهش میکنم. یکی از کارهای روشنفکران، اصلا کار اصلی روشنفکران میدونید نقد هستش، یعنی اصلا روشنفکر یک موجودیست منتقد و پرسشگر در برابر قدرت و جامعه. اما این امر مهم رو میدونید که واقعیتش این هست که یک امر مهم دیگری هم روشنفکرها در جامعه ما داشتن و دارن که باید به اونم پرداخته بشه، البته تا الان پرداخته شده و کافی نه، این هست که نقد خوده و نقد اجتماعی، نقد نقش اجتماعی خوده که معمولا ما به طور کلی روشنفکران به این کم پرداختن، یعنی دنبال این رفتن که چرا وضعیت روشنفکری و جنبش روشنفکری امروز این گونه هستش و آیا همش مسبب عوامل بیرونی است، یعنی حکومت ها هستن نمیدونن یا روحانیت هست و موارد دیگه، یا به خود روشنفکران برمیگرده. ببینید اگر با یک کمی تسامح و تساهل دوره سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار رو ما آغاز پیدایی جنبش روشنفکری در نظر بگیریم، یعنی همون موقعی که در واقع شکست ایران در جنگ با روس که باعث اون شکست ذهنیت آدم هایی مثل عباس میرزا شد و بعد به این فکر افتاد که آقا مملکت اونجوری نمیشه اداره کرد، همونجور که ارتش رو باید نوسازی کرد به هر حال افکار و مملکت هم باید روش فکر کرد و نوسازی هایی در اون عرصه رو به هر حال آورد. بنابراین از همون موقع اگر ما فکر کنیم دو قرنه که میگذره، ما بعدش میدونیم که حدودا البته دو قرن میگذره، میدونید بعدش تجربه های زیادی داشتیم، تجربه انقلاب مشروطیت، بعدش تجربه دولت دکتر محمد مصدق و جنبش ملی شدن طرف نفت، بعد اتفاقهای دیگری که افتاد، فاصله سالهای 20 تا 30 خرداد 42 دمدم جنبش سیاه‌تن و جنبش دوم خرداد، جنبش سراسر جامعه ما، میدونید که چقدر دوچار به هر حال خواهان دگرگونی و تحول بوده. سوال این است که چرا به هر حال علی‌رغم همه تجارب و نازیدن به آن فرهنگ و تمدن چند 2500 ساله یا 7500 ساله، هنوز روشنفکری و جنبش روشنفکری ما دچار چنین ضعف و لغزشی است که امروز هم ما شاهدش هستیم. من خیلی فهرستوار به این نکته اشاره بکنم که موانع رشد و گسترش جنبش روشنفکری که همون در واقع میشه گفت موانع رشد آزادی و دموکراسی در جامعه ایران است، موانع رشد دموکراسی رو خیلی خلاصه من تو چند مورد میگم و بعد به اون نکته که مد نظرم میپردازم. این موارد یکیش نهاد مذهب هست، این همیشه مانع بوده برای جنبش روشنفکری و رشد روشنفکری در ایران، به ویژه گرایش ارتجایی بنیادگرایانه و فقاهتی. خب در دوره قاجار میدونید تو افکار و رفتار آدم هایی مثل ملا عمر نراقی و نمیدونم شیخ جعفر کاشف القتا و میرزا قومی و این افراد، دوره مشروطیت فضل‌الله نوری، دوره رضاشاه بدونید سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ محمد غربی و امام خائری، دوره محمد رضاشاه خمینی و بروجردی و فلسفی و مشتی و آزر سلاطین، یعنی در واقع تو این چهره ها اون نهاد مذهب تجلی پیدا میکرد، ولی خب تاثیر غیر مستقیم هم روی جنبش و جنبش روشنفکری داشت. در هر حال یکی نهاد مذهب بوده، یکی نهاد پادشاهی و سلطنت بوده، یعنی دومین عامل که خب همینو از دوره قاجار میشه گرفت اومد جلو تا دوره که تبلور سلطنت میگیره، اشرافیت زمیندار و قدرت نظامی و اینکه به هر حال شاه هم سایه خدا بود.
اینو هم دوره قاجار هم دوره رضاشاه، با این که هم رضاشاه هم پسرش برها تجددگرا بودن، اما میدونیم که مشارکت سیاسی روشنفکران مردم و حقوق شهروندی و آزادی ها رو بهش توجه نداشتن و خود همین باز هم یکی از موانعی بود برای جلوگیری از رشد روشنفکری و جنبش روشنفکری. عامل سوم غیر از این دو عامل که من اشاره کردم، موقعیت جغرافیایی جامعه ما، سیطره‌جویی مثلا روسیه، انگلیس و امریکا رو میشه گفت. عامل چهارم هم در واقع یک سری ایدئولوژی‌های وارداتی بودن، مثلا مارکسیسم که با بدفهمی و کج‌فهمی از مارکسیسم یا حتی افکاری که از غرب میومد، اینها عواملی بودن که مانع جنبش روشن رشد جنبش روشنفکری و روشنفکری میشدن. عامل پنجم هم یک نوع روشنفکری که هم از سوی مردم و هم از سوی برخی از روشنفکران اعمال میشد. این پنج عامل رو من بهش اشاره کردم. متأ ششمین عامل که من روش مکس میخوام بکنم برمیگرده به خود روشنفکران. اون عوامل رو میشه گفت عواملی بودن که تا حدودی میشه به عنوان عوامل بیرونی مطرح کرد، ولی یک عامل که فی‌الواقع عامل پر اهمیتی است و مانع رشد روشنفکری و جنبش روشنفکری در جامعه ما شده، خب این برمیگرده به خود روشنفکران. من ابتدا اشاره کردم، یعنی هیچگاه همیشه نقد ما و نقد روشنفکری نقد بیرونی بوده، نقد دیگران بوده، هیچ موقع نقد خود و نقد نقش اجتماعی خود رو به هر حال ملحوظ نداشتیم و به اون تکیه نکردیم. این عامل ششم به نظر من برمیگرده به همین مسئله که من اون رو همیشه تحت عنوان برخی از ویژگی‌های روانی و رفتاری روشنفکران مطرح کردم. به اونها اینجا اشاره می‌کنم که این عوامل چی هستند که باعث شدن در واقع جنبش روشنفکری در یک همچین وضعیتی در طول تاریخ قرار بگیره و دوچار یک تحول اساسی نشه. این عوامل من خیلی خلاصه بهش بگم که برمیگرده به یکی وجود بی‌تعادلی در میان روشنفکران ما. من اینو توضیح میدم و اون این هست که این وجود بی‌تعادلی رو میشه در این دو مفهوم و یا در این دو به هر حال مقوله دید، مسئله افراط و تفریط در میان روشنفکران و جنبش روشنفکری که بسیاری از روشنفکران ما این ویژگی رو داشتن و دارن، یا نفی مطلق بوده یا پذیرش مطلق، و همون دیدگاهی که من بارها در برنامه شما صحبت کردم که دیو و فرشته دیدن همه چی، همه آدم یا سیاه و سفیدن همه چیز. میدونید ما اینو دیدیم دیگه، از یه سو عشق به غرب یک مرتبه تجلی پیدا میکرد، شیفتگی به غرب که ما در تغییرزاده و دیگران شاهدش بودیم و یا حتی در دوره رضا شاه و شاه هم همینطور، از نوع دیگر عشق به مارکسیسم و یا مذهب و یک به نوعی مذهبی دیدن مسئله و شیفتگی به اون دوگم دیگه، آدم های دوگم. بله بله، یعنی در واقع این افراط و تفریط همیشه بوده، یا شیفته و مبلغ و مروج فرض کنید برید مونیسم ماتریالیستی می شدیم چپ ها، یا یه مرتبه سینه چاک فرض کنید یک مونیسم ایدئالیستی. یعنی میخوام بگم که یک بیتعادلی اساسی میشه وجود داشته و الان هم وجود داره. یکی این هستش که خب ما باید فکر کنیم که چجوری برای این بیتعادلی باید غلبه کنیم. یکی دیگر این که روشنفکران تو جامعه ما همیشه تصور یک حس ممتاز بودن داشتن و این باعث شده بوده که این حس ممتاز بودن فاصله اونا رو از مردم زیاد بکنه، یک نوع خود بزرگ بینی، خود محوری، خودخواهی، و خب به خاطر اینکه توانایی ذهنی و آگاهی در امور و در عرصه‌های مختلف روشنفکر داشتن، این حس نخبه بودن و الیت بودن باعث می‌شده که همیشه با یک فاصله‌ای با مردم و توده‌های مردم برخورد می‌کردن. و این خب خودش می‌دونید این حس تا حدود زیادی مانع شده بود و باعث شده بود که
رابطه روشنفکری رو با توده مردم و یا گروه های اجتماعی دیگه کم بکنه. درسته. یک نوع الان هم ما میبینیم یک نوع تفرقون، یک نوع به هر حال خودبزرگبینی. بله، کاری ویژگی که وجود داشته. غیر از این، من همینجا باز اشاره میکنم، این عوامل من یک و دو سه میکنم، روشن فکری ما مشکل دیگه ایم که داشته کم دقتی و کم توانی و بدفهمیش از برخی از مفاهیم بوده تو این دوره. یعنی از مفاهیم مثل آزادی، دموکراسی، عدالت، توسعه، نمیدونم حزب، دولت، ملت، وقتی دقت میکنیم میبینیم فهمی که از این مطالب داشتیم یک جانبه بوده، در واقع کلیشه برداری میکردیم، شبیه سازی میکردیم و به هر حال برخورد خیلی دقیقی با این مفاهیم نداشتیم. نکته دیگه‌ای که من بخش نسبت سریع بگم، در میان روشنفکران یک ناهمخوانی گفتار و کردار وجود داشته و داره. روشنفکران چیزهایی رو در گفتارشون مطرح میکردن، در حالی که در کردار خودشون و در کردار اجتماعی در واقع اعتقادی بهش نداشتن، نمیکردن. بله. و خوب همین این باعث میشد که تا حدود زیادی مشکل ایجاد بکنه. میدونید که ما بارها شاهدش بودیم که این ناخوانی و ناهمخوانی گفتار و کردار چه تأثیراتی داشته. به هر حال من امیدوارم که خیلی خلاصه تونسته باشم این محور رو. دکتر نقره‌کار عزیز، من برنامه‌های آینده با شما در این مورد صحبت میکنم و راجع به نقش این روشنفکران که آیا در جریان حکومت 37 روزه بختیار آیا نبستی این به اصطلاح طبقه روشنفکر می آمدن شعارا و برنامه های دکتر بختیار رو مقایسه می کردن با اون کتاب هایی که خمینی نوشته بود و تجزیه تحلیل ملاها و روزخانها و آخوندها در مورد اینکه اگر حکومت آینده به دست اینا بیفته چه بلایایی تو مملکت. راجع به این بحث خیلی جالبیه برای مردم که بدونن واقعا چرا در این وسط، چون مرتب چماق برشته میزنن تو سر روشنفکران و میگن اینها بودن که باعث شدن خمینی اومد و مسلط شد. در این مورد صحبت خواهیم کرد. خیلی سپاسگزارم ازتون دکتر نقره‌کار عزیز. منم از شما ممنونم. خب همینان به همین جا برنامه من به پایان رسید. سپاسگزارم که برنامه من توجه کردید. تا برنامه آینده که روز دوشنبه شب خواهد بود، ساعت 8:30 به وقت لس آنجلس، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.